سلام دوست عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونجوری که قول داده بودیم هر روز یه دونه ویدیو آموزشی داریم تو کانال یوتیوبمون میذاریم، به خدا تا اونجایی که بتونیم داریم این کمک رو میکنیم. خیلی ها میان به صورت مستقیم میخوان از من هی سوال بپرسن. تو رو خدا ما دیگه فرصت اینا نداریم که به همه عزیزان در دایرکت دونه دونه جواب بدیم و یه وقت شرمندتون میشن. شما لطف کنید همین کانال رو دنبال بکنید. من قصد دارم اصلا دونه دونه بشنم این نمادهایی که شما میپرسید و تحلیل کنم تو این کانال بذارم. هر روزم گفتم میذارم، یه دونه میذارم ببینید. هیچ اشکالی نداره، این وقت رو داریم برای شما میذاریم که این کار انجام بشه به خوبی. اصلا خدمتتون که در ارتباط با اون کندل های سبز و قرمز رو این جلسه میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم. قبلش یادتون نره سابسکرایب بکنین، اون زنگوله رو بزنید که هر روز هم اطلاع رسانی بهتون بشه. اگر هم عضو یوتیوب نیستید هیچ مشکلی نداره، یه ایمیل رایگان باز کنید توی جیمیل و با جیمیلتون وارد یوتیوب بشید که دیگه هم بتونید کامنت بذارید، لایک بزنید و عرض کنم ارتباطات ما با شما بهتر و بهتر بشه انشالله. وقت بخیر میگم خدمت شما. علی زارعی که کارشناس خلاقیت هست با ایشون به بحث و گفتگو خواهم برد. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. خیلی ممنون. مهمان امروز هستم جناب آقای علی زارعی، کارشناس خلاقیت. اوقات فراغت بچه ها رو چجوری میتونن پر کنن؟ من سلام میگم خدمت جناب آقای زارعی و بچه های گل، خیلی خوش آمدید. 6000 تومان هم بابتش پول داده اشکان؟ بله آقای علی زارعی، خوش آمدید. سلام، من هم کارآفرین افرادی هستن که هنر ارزش افزوده در کارشون دارن. با خلاقیت یک کاری انجام دادن. شما دیدید به سری برنامه راه کار. خیلی متشکرم. عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ایران. در ایران بین 47 بازار برتر دنیا از همه بیشتر. یه زارعی هستم، مدرس خلاقیت و کارآفرینی و نویسنده کتاب ها در این حوزه، یعنی خلاقیت و کارآفرینی. خب ما میایم رو همون وبه ملتی که آخر کار باز بود دیگه، ما نبستیمش، داریم راجع همون صحبت میکنیم. ببینید ما اینجا یه سری کندل قرمز داریم، یه سری کندل سبز داریم. یه سری جا هم اگه نگاه بکنید اینا کندل نیستن، اینها به صورت خطن، یه خط کوچولو یا مثلا کندل های کوچولو. میخوایم ببینیم تفاوت اینا با همدیگه چی هستش. خب وقتی یه کندلی سبز باشه دوستان، مفهومش این هست که یک سهامی از یه قیمت پایین شروع شده و در طول روز به سمت بالا حرکت کرد. یعنی الان اینجا نگاه کنید توی این تاریخ، یعنی تاریخ چهارشنبه 17/2، این وب ملت از قیمت 1685 تومان شروع شده و به سمت بالا حرکت کرده، اومده رسته بشی 1800 و تقریبا 50 تومان. خب حالا هر چقدر این کندل طولانی تر باشه، یعنی احتمال داره که از منفی 10 شروع، از منفی 5 شروع شده تا مثبت 5 هم بره، یعنی این کندل ما میتونه نماینگر 10 واحد یا 10% باشه. اگه مثلا از منفی 1 شروع بشه تا مثبت 2 بره، این میتونه 3% رو به ما نشون بده. پس ما با نگاه کردن به این کندل ها میتونیم بفهمیم که اون سهم در اون روز چه مقدار بالا رفته یا چه مقدار پایین اومده. یعنی مثلا الان نگاه کنید کندل قرمز رو نگاه کنید، قرمز ما میگه که این از قیمت بالا باز شده بعد اومده پایین، یعنی الانه این از قیمت 2180 باز شده بعد اینجوری اومده پایین تا رسته مثلا به قیمت 2050 تومن. قرمز که میشن اینجوری میشن و مخصوصا وقتی کندلاشون بزرگ باشه بعدن روزهای بعدش خطرناک میشن، چون احتمال داره که ادامه اون باز ریزش باشه. البته ببینید اینجا استثنا این اتفاق نیفتاده، خیلی جام نمیفته، ولی اینجا رو ببینید افتاده، یک کندل قرمز، دو تا قرمز، سه تا قرمز، همینجوری پشت سر هم چند کندل قرمز بود، ولی اینجا نه، اینجا نه، اما اینجا بوده. ببینید کندل قرمز بوده بعدش هم ریزش بود. حالا این خط کوچولوها که مثل یه خط ریز هستن، اینا نشونه چی هستن؟ این نشون میده که نه، قیمت تو اون روز روی یه قیمت ثابت بوده، معمولا یا 5% مثبت بوده یا 5% منفی بوده. اینجا که اینجوری داره حرکت میکنه، نمودار میره سمت بالا، خب قطعا اینا 5% مثبته. یعنی پس من فهمیدم این سهم اینجا 5% مثبت، 5% مثبت، 5% مثبت. ببینیم مثلا توی چند روز قشنگ 20%، 25% اومده بالا.
پشت سر هم 5 درصد 5 درصد صرف خرید بوده، یعنی این خط شده، یعنی همون لحظه اول با 5 درصد باز شده تا آخر همجور 5 درصد بوده. برعکسش هم ببینید وقتی که این داره میاد پایین و اینجوری خط هستش، یعنی 5 درصد منفی بوده، یعنی از صبح با 5 درصد باز شده و همینجور هم همه فروشنده بودن که بتونن بخوان این سهم ها بفروشندش. خب پس ما با یه نگاه روی این کندل ها میتونیم این قضیه رو متوجه بشیم. حالا بریم رو نمودار کل بورس با هم دیگه. اگه تو ماشه تو دو تا ویدیوی قبلی ما اینا بررسی کردیم که حالا اون ویدیو رو هم ببینید حتما. خب ببینید الان این چند روزی گفتیم بورس اصلاح زمانی داشته، ما اینجا یه کندل قرمز بزرگ داشتیم، تقریبا بزرگ بوده نسبت به بقیه کندل ها. ببینید چند تا کندل سبز خوب داشتیم، یعنی همیشه قیمت از قیمتی که باز می‌شده اول صبح تا میمده بسته بشه همیشه مثبت بوده، همینجور پیشرفت داری می‌بینیم، یعنی همین از یه قیمت پایین‌تری باز می‌شده با یه قیمت بالاتری بسته می‌شده توی مدت زیادی، یعنی تقریبا از حالا اینجا بگیریم از 5-1 تا اینجا اینجوری اتفاق افتاده، به غیر از یه دو روزی که حالا دو روز هم شاخص مثبت خورده ولی مثلا از مثبت 5 باز شده بعد مدرسه به مثبت 3 دو تا اومده پایین بس کندلش قرمز شده، بازم روند صعودی بوده. ولی خب اینجا نه، اینجا ببینید مثلا کندل از یه مثبت بالایی باز شده یهویی اومده پایین. امروز برعکس بوده، یعنی امروز که من دارم که ویدیو رو برای شما ضبط میکنم چهارشنبه 24/2 هستش که خب چند تا ویدیو ما پشت سر هم ضبط کردیم، روز یه دونش میاد توی کانال و شاید شما چند روز دیگه ببینید اینا. امروز ببینید برعکس بوده، کندل از پایین باز شده و سبز شده، یه مقدار رفته بالا، پس این نشونه خوبیه. احتمال داره که من میگم هفته آینده میتونه این بورس مثبت بشه، یکی از نشونه هاش همینه، یعنی اگه مثلا یه کندل قرمز باز ما اینجا داشتیم احتمال میدادیم که باز روز شنبه یا هفته آینده این روندش کاهشی باشه، ولی به خاطر اینکه الان این کندل سبز شده نشون میده که تو ساعت‌های آخری پس خیلی به اصطلاح بورس بهتر شده، یعنی اولش پایین بوده بعد هی رفته بالا، خب برعکس روز قبل که اولش بالا بوده هی اومده پایین و مردم هی فروشنده شدن به هرچی به پایان رفتیم، تو این روز اولش مردم به اصطلاح خریدار نبودن، هی هرچی به سمت عقبتر رفتیم خریداری بیشتر شده، بیشتر خریدار شده. پس هر چقدر ما این کندلای سبزمون بلند بزرگتر باشه مفهومش چیه؟ این هستش. و هر چقدر که اون کندلای قرمز بزرگتر باشه هم مفهومش رو متوجه شدیم، اون کندلایی که میزنم که به صورت خط تیره هست که خب مشخص شد که هرچی خطای کوچولو باشه یا داره 5 تا مثبت میخوره یا داره 5 تا منفی میخوره و دیگه خیلی نوسان قیمت در یک روز نداشته. امیدوارم که از این برنامه هم استفاده کرده باشید. تا برنامه بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. لایک یادت نره.